عرض ادب به همه کسایی که ما را از ساعت 7:30 شب از شبکه طلوع بیننده هستند. برنامه زیبا اکسپول رو در رو هست. دو فامیل عزیز مهمان برنامه شدن، فامیل احمدی و فامیل آمو، تا در مرحله اول برنامه به خاطر دوستید موبایل 10,000 رقابت کنن و در مرحله دوم به خاطر جایزه 500,000 که او پشت سر صندوق پیسه هست، 500,000 داخلش هست، با هم رقابت کنن. امیدوار هستم که بتونن 500,000 از آن خود کنن. دوست عزیز شما خوش آمدید به برنامه. استقبال گرم داریم از دو فامیل عزیز ما، نخست فامیل احمدی. دوست تشکرشان کنیم. نعمت عزیز سرتیم هست. نعمت جان خوش آمدید به برنامه. خدا مرسی وازدید اکسپل رو در رو و تماشاچی های عزیز و بیننده های عزیز که در سراسر جهان برنامه اکسپول رو در رو تماشا میکنند. نعمت الله احمدی هستم، محصول سال چهارم جیودیزی انجینری پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و همچنان در مدرس در یک مراکز تعلیمی شهر کابل. بسیار دوست را معرفی کنید؟ دوستم استاد محمد ناصر مدرس است و محصول سال چهارم رشته اقتصاد در یک از پوهنتون‌های خصوصی. بیادرم رحمت الله جان محصول سال دوم کامپیوتر ساینس پوهنتون مرکز کابل. تشکر، خوش آمدید. دوستا تشکر شما کنم، خوش آمدید بزارم. طرف فامیل آمو آمدن، سه نفر آمدن که میرن آروسی فکرونو بعد برنامه شیر ساعتی میشم از خوش آمدید بارم. خدا معرفی کنم. خوش باشین. سلام عرض ادب خدمت شما شمس جان، خدمت تیم مقابل حاضری در تالار و همچنان بیننده های عزیزی که ما را از پشت پرده های تلویزیون طلوع تماشا میکنن. هر یک اعضای تیمم هجت طلا و نصیب الله جان از نزدیکترین دوستای متعلمین صف 12 هم. بسیار عالی، خوش آمدید. خودت هم معرفی نکردی. خودم شیر محمد. شیر محمد متعلم صف 12 در خانه شیر صادت میکنن. بله نام زیاد از خانه. خوش آمدید دوستا، خوش آمدید. قرار هست که سوال اول برنامه را از بپرسم. دو سر تیمی هن سوال پاسخ بدن. دوستا تشویقشون کنیم بیاین از زایده. خوش آمدیم. سوال اول، 100 نفر سروی، 7 جواب برتر و 100 امتیاز داره سوال. سوال هم میپرسم. شما صبحانه را با کی نوش جان میکنید؟ بگو نعمت جان. پدر و مادر. پدر و مادر. دو فرشته زمینی هست؟ پدر جان. بود. مادر. 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 بلند ترین امتیاز. میرین یا بزار میکنید. برو. شانس داری نیمت. خب صبحانه رو با کی میخوری؟ برادر. برادر. جنگ نمی کنی سر صبحانه؟ نه چرا جنگ کنی. خب برادر بود جا. صبحانه رو با کی میخوری؟ خواهر. خواهر. خواهر بود. خواهر نازگانه. شیر صبحانه رو با کی نوش جان میکنی؟ همسر. همسر. چرا خندت میاد؟ هم با همسر چای خوردن خنده داره؟ نداره. وقت است. خب وقت است. همسر بود. جواب پنجم. با کی صبحانه رو نوشجان میکنی؟ همکار. همکار. میتونی بیاید دفتر؟ بله. نبود. با کی صبحانه رو نوشجان میکنی؟ با دوست. 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 بود. یک جواب. چی؟ با کی صبحانه رو میخوری؟ با پدر کلان و مادر کلان. پدر کلان و مادر کلان. اولیا. نبود. شما مشورت کنین. با کی صبحانه رو نوش جان میکنه؟ تنها. تنها؟ من میگم با کی صبحانه رو نوش جان میکنی؟ میگه تنها. نبود. رحمت با کی صبحانه رو نوش جان میکنی؟ با فرزندان. با فرزندان. موافق هستم با اولادا. با اولادا. نمی اولاده هست هنوز یا نیست؟ خب من با دو دوست موافق هستم با فرزندان. خب با فرزندان، من فکر کردم با میگی ننی اولادا. با فرزندان. ننی اولادان باشه دید. هست؟ فرزند بود جواب. چقدر جالب، 90 امتیاز شما پیدا کردیم. یک جواب یا گرسن 100 امتیاز پوره را از آن خود کردن. سوال دوم هم میپرسم. نفرهای دوم تشریف میارن. دوستا خوب تشریفشان کنیم. بیاین ازشان. خوش آمدی هجرت و ناصر جان. سوال دوم، 100 نفر سروی، 6 جواب برتر و 100 امتیاز. آماده هستین ناصر جان؟ بله. سوال میخوانم. اصطلاح یا نام دارد که برای ندادن پول به گداها استفاده میکنید؟ بگو ناصر جان. ندارم. نداری؟ ندارم. نداره. ندارم. بود جواب. هجرت
با حاضر که بگ گدا پیسه ندی کدام اصطلاح استفاده میکنی؟ برو بانو ما. برو بانو ما. والله اگر بانت نیمون تا از پیشت پیسه رو نگیره. مشورت. برو. میری. چانس داری برو. رحمت با خاطر که با یک گدا پیسه ندی کدام اصطلاح استفاده میکنی؟ دعا کن. دعا کن؟ آه بسر کسی تیرم کنه. دعا کن ندارم. هست؟ دعا کن. بود جواب. نیمه جان با خاطر که با یک گدا پیسه ندی کدام اصطلاح استفاده میکنی؟ معاف کن. معاف کن؟ نبود. مایده ندارم. مایده نداری؟ بله. مایده ندارم. مایده نیست. بود جواب کن. یک اصطلاحی که با گداها به خاطر ندادن پیسه استفاده میکنی رحمت. یک ای دفعه را خیره دیگه دو ای دفعه را خیره شما مشورت کنی فامیل آمو نعمت به خاطر که به یک گدا پیسه نتی کدام جمله یا یک اصطلاح استفاده میکنی؟ خودم پول ندارم. خودت گداستی؟ نه پول ندارم. پول نداری؟ نه با فامیل آمو امیدوار هستم که مشورت شما نتیجه بتر یک اصطلاحی که به ندادن پیسه به گدا استفاده میکنی؟ خدا بتید. خدا بتید. خدا بتید. شیر؟ همچنان خدا بتید. خدا بتید. البته به گدا. به گدا. خدا بتید. خدا کمکت کنه. بود جواب شما. امتیاز را از آن خود کده این هفته بسته امتیاز را گرفتین. جوابی که باقی مانده دوستا بلند بخونین که چی اصطلاحات هست. هفت نمبر شش. برو کار کو. نمبر چهار. خدا مهربان است. جوابای خیلی آسان بود که ما به گدا میگیم. به گدا. خب تو چرا باز خندم؟ تو گداستی؟ ما شما میریم یک وقفه میگیریم برمیگردیم ما را تنها نگذاریم. عزیزای گل خوش آمدیم به ادامه برنامه زیبای اکسپول رو در رو. تشکر از حامیان برنامه کسانی که ما را حمایت میکنند. انرژی اکسپول قوی ترین و خوشمزه ترین هست در بین انرژی ها ساخته شده از حصاره جرمنی و کیفیت از آن اکسپول. رنگ های مختلف داره سبز، زرد، آبی. در موقع خستگی نوش جان کنید تا با لبخند زیبایتان شب و انرژی از دست رفتتان در طول روز دوباره برگرده. سوال سوم هم میپرسم و قرار هست که نفرهای سوم بیان پاسخ بدن. دو دوست عزیز ما رو دوست خوب بیاین از دیگه خوش آمدین آرزوی موفقیت به هر دو نفر نصیر عزیز و رحمت جان. سوالی که از شما میپرسم 100 نفر سروه 200 امتیاز و 50 برتر که ایجه ظاهر میشه و شما میبینینش. معمولا برای مجازات شاگردان از کدام لوازم استفاده میشه؟ رحمت خطکش. خطکش. خطکش بلندترین امتیاز. شانس و نصیبم ندادی. میری آقا گذار میکنی سواله. بریم شما خوب لب خورده هستیم. میفهمیم جواب داره. رحمت معمولا شاگردان توسط کدام لوازم مجازات میشن؟ قلم. 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 جواب دوم. معمولا شاگردان با کدام لوازم مجازات میشن؟ با پنسل. پنسل. نبود. رحمت معمولا شاگردان با کدام لوازم مجازات میشن؟ با کیبل امو پایپی که دارن. کیبل یا امو پایپی که در دست معلم میباشه. بسیار درد هم داره. بسیار زیاد. بخصوص بگه در عوازمستان بگه دستای تو برو ترک و پس بیا. ما تجربه که داشتیم. هست؟ نبود. فامیل امو مشورت. نعمت معمولا شاگردان توسط کدام لوازم مجازات میشن؟ با کتاب. 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 بله. کتاب خیلی رقم نمیزنن. خب اینطوری نمیزنن. خیلی اینجوش با اینطوری میزنن. دیدی چقدر درد داره؟ معمولا شاگردان با کدام لوازم مجازات میشن؟ با نمره یا کار خانگی؟ مثال کار خانگی بیشتر کار خانگی شن... چه رقم لوازم است؟ دلقش میکنه کاغذه؟ خونه یک روشی است که میتونه مجازات کنه. زیاد میتونه. خب خب زیادتر برش کار خانگی میتونه. نبود. فامیل آمو معمولا شاگردا با کدام لوازم مجازات میشن؟ قفاق. قفاق. چوب. چوب. شیر؟ این سوال تکون.
معمولا شاگردان با کدام لوازم مجازات میشن؟ چوب. جواب بود. جواب پیدا کردن چوب کورا. نمبرتان 239 امتیازتان آمد طرفتان. یک جواب ماندم، من فکر میکنم لین است. اگه اشتباه نکنم لین برق است. دولاک کنی که بزنی جایش هم میمانه. کتابچه هم بود. سوال چهارم هم میپرسم تا بتونم یک فامیل برنده مرحله اول شوه. دو سرتیم پاسخ میتنی سوالی که سی سرت پاسخ. بیاین دوستان. خوش آمدین. سوال چهارم 300 امتیاز پوره 100 نفر سروی بسته جواب برتر. آماده هستین؟ سوال میخوانم. از پتو، قدیفه و یا دستمال گردن برای چه کاری استفاده میشه؟ نعمت. برای گرمگیری. گرمگیری. گرم کردن یا ضد گرمی؟ جواب اول. بریم نوا گذاره کنیم. برو. چانس داریم خب؟ شاید اشتباه کنم. خدایا میزنه در فرقتان الان. برای از قدیفه، پتو، دستمال گردن برای چی کاری استفاده میشه؟ برای یک دو عرق پاک کردن. عرق پاک کردن. بله. نبود. از قدیفه، پتو، دستمال گردن برای چی کاری استفاده میشه؟ برای خشک کردن بدن. برای خوش کردن بدن. بعد زمان ماهی هستی 24 ساعت دوام هست کرد 24 ساعت خشکی می‌خواد. قدیفه هست دیگه. هست. شما مشورت کنین ایناله. از پتو، قدیفه، دستمال گردن برای چه کاری استفاده میشه؟ جلوگیری از آفتاب. جلوگیری از آفتاب. جواب اول برای گرم نگاه داشتن و ضد گرمی. گردش کنید. نبود. نصیب. برای اینکه از پتو، قدیفه، دستمال گردن برای چه کار استفاده میشه؟ برای به خاطر جای نماز. جای نماز. هجرت؟ استایل. استایل. شعر؟ همچنین استایل. 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 جواب پیدا کردن. 440 امتیاز. فامیل آمو برنده مرحله اول شد و توانست که سوالا را جواب بده، امتیازا را کامل کنه. تشکری خیلی خواست از شرکت خالد دمر. اما قبل از اینکه خالد دمر رو براتون معرفی کنیم، بیاینم یک جوابی که مانده را که نمبر دو هسته با ما یک جواب بخونید که چی استفاده هست. من فکر کنم جای نماز باشه. نمبر دو نماز خواندن بود جوابت. بشک. تشکر خیلی خاص. خالد دمر عزیز دو سید موبایل امشب با فامیل برنده ما هدیه کرده. خالد دمر با اعتبار و مطمئن برای خرید با کیفیت شما. خالد دمر نماینده رسمی سامسونگ در سطح کشور و کشور عزیزم افغانستان. یک محصول دیگر ای از طرف شرکت خالد دمر. یکی دیگر از موبایل جدید پرایم F180Q UAD با گنجایش 4 سیم کارت قابل دسترس در تمام ولایات و مرکز با قیمت حیرت انگیز 1350 افغانی. داره رنگ های متفاوت. رنگش هم اینجا میبینین شما. دو زبان ملی، دری پشتو، 4 زبان بین المللی، 2 سال ورانتی و بسیار یک بدری قدرتمند. این محصول عالی است. شرکت خالد دمر میتونیم به دست بیارین. وطن داره مهربان عزیز، فامیل آموی عزیز، مبارکتان باشه. دو سیت موبایل مبلغ 10,000. 10 قطعه هزاری سرخ نو مبارکتان. 500 تاش هم اوجه هست. دو نفر انتخاب کنین که او 500 هزار هم از آنها خود کنین. ما برمیگردم. فامیل احمدی عزیز تشکر که به برنامه حضور پیدا کردین. چانس یاری نکنیم. سوال اول امتیازش رو تنها گرفتیم. خیر باشه. همیشه موفق باشین. نعمت عزیز حرف با وطن‌دارا دارین. شما رو بیننده هستن. حرف خاص ندارم دیگه. با امید آبادی و صلح سرتاسری که سالها در حسرتش سوختیم. تشکر دوستو. تشکر شما کنیم. تشکر. دو نفر. خودم و هجرت الله جان. خودتو؟ هجرت جان. هجرت. بیاین پیش شما. بیاین. عزیزا رو خوب تشکر کنین. یه ذره بیا پیشتر. شیر عزیز اینه کی میره اتاق آرام؟ من میرم اتاق آرام. شیر جان میره. خودت میری؟ بله. برو عزیز دلم.
شیر؟ اما تو شیر بار یک وقفه اعلان کنم سهلت میکنم. بعد از یک وقفه کوتاه زود زود برمیگردم. یک غرش هم کن. میشه یاد ندارم دیگه. چرا؟ یک غرش کن. غرش کن. ویش کارخانگی باشم. نه غرش کن بری. چک چک کنه غرش کنه. غرش کن. بزرگوار خوش آمدین در ادامه برنامه زیبای اصلاح رو در رو. قرار هست که باز از بین دوستایی که امشب در برنامه ما مهمان شدن یک نفر انتخاب کنیم که سوالم میپرسم، بسیار یک سوال جالب هست، اگر پاسخ دادن که میفهمم شاید بتانم پاسخ بتن و یک بسته انرژی اکسپول برایشان هدیه قرار میگیره. دوستانی که دوستان سوال مرا پاسخ بتن دستشان رو بالا کنن. بیا خواهر جان، دوستا تشویقشان کنید. بفرمایید خودم معرفی کنین. به نام یاد خدا راهینال زاده هستم، محصل دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل. بسیار عالی. سوالی هست، لیلی مرد بود یا زن؟ معلومه زن. زن بود. دوستا تشویق کنید. چقدر آسان. موزه جانتان، مبارکتان باشه. بفرمایید. دوستا عزیز با ما همراه باشین تا مرحله دوم پیش بریم، ما را تنها نمانه. خیلی عزیز خوش آمدیم به مرحله دوم. مرحله 5 سال از رفتنی 20 ثانیه زمان 5 سوال. سوالی نتونستی پاسخ بدی بگو بگی 3 ثانیه باقی مان. دوباره میپرسم. تو سایز ما داخل اتاق آرام، صدای ما تو رو نمیشنوه. با صدای بلند هم پاسخ بدی. آماده هستی؟ درست. همکار عزیز 20 ثانیه آماده. خوردنی نرم را نام ببرید که دوست دارید نوش جان نمایید. آیس کریم. کدام جملات را متهم به قاضی میگوید؟ گناه من نیست. یک سایز بوت مردانه را نام ببرید. 40. میوه یا نامبر که بسته‌بندی شده و فروش میرسد؟ انجیر. غذای با رنگ جگری نام ببرید. غذای با رنگ جگری جگر. آفرین. دو ساعت تشویقشان کنید. بیاین. بسیار خوب پاسخ دادید. سوال اول، خوردنی نام ببرید که دوست دارید نوش جان کنید. آیس کریم چند امتیاز دارد؟ 12 امتیاز. بسیار امتیاز خوب. سوال دوم، کدام جملات را متهم به قاضی میگوید و خودتان پاسخ دادید؟ گناه من است. 13. سوال سوم، یک سایز بوت مردانه رو گفتم نام ببرید و شما پاسخ دادین. 40. 15 امتیاز. سوال چهارم، میوه یا نام ببرید که بسته‌بندی شده به فروش میرسد؟ انجیر. 11 امتیاز. 2 امتیاز. 52 امتیاز. غذایی با رنگ جگری نام ببرید. خودت گفتی؟ خود جگر. خود جگر. 10 امتیاز. کس داده امتیاز. تا فعلا نه دوستید موبایل 10,000 مبارک. حرفی با دوستا داری؟ خیلی کوتاه بگو. پیام خاص ندارم، فقط پیام همی است که هرگز ناامید نشین از شرایط فعلی و یا سابقه، همیشه امیدوار باشین و به تحصیلتون ادامه بدین. تشکر شیر جان. بفرمایید دوست دیگه ما، پنج سوال تکراری پاسخ میتن. آیا از آن خود میکنه 500,000 یا خیر؟ تماشا کنیم. بیا عزیز دل، هجرت عزیز خوش آمدی به مرحله دوم. بین دایره استاد شو. 25 ثانیه زمان داری، 5 سوال تکراری، جواب تکراری صدا رو میشنوی. سوالی نتونستی پاسخ بدی بگو بگذر، ثانیه باقی مون. دوباره ازت میپرسم و با صدای بلند پاسخ بده. آماده هستی؟ آماده است. همکار عزیز شما 25 ثانیه آماده کنیم، من سعیل میکنم. آماده هستی؟ بله. 1, 2, 3. خوردنی نام نرم نام ببر که دوست داری نوش جان کنی. نان خوش. کدام جملات را متهم به قاضی میگوید؟ بگذر. یک سایز بوت مردانه را نام ببر. 40. میوه یه نام ببر. 39. میوه یه نام ببر که بسته‌بندی شده به فروش میرسد. 30. غذای با رنگ جگری نام ببرید. جگر. کدام گوشت. کدام جملات را متهم به قاضی میگوید؟ فکس دقیق تمام شد. سنگه یا عزت عزیز امیمی یک زد و سنتر هجیره جان این میشن. سوال اول ازت پرسیدم که خوردنی نرم رو نام بر که دوست داری نوش جان کنی. نان خشک. 7 امتیاز. بلند امتیاز کیک بود. سوال دوم، کدام جملات هم متهم به قاضی میگه؟ گفتی خوده بگذر، ثانیا باقی نماند. دوباره ازت بپرسم چند امتیاز؟ 0. 0. بلندترین امتیازش یه بود که دیگه نمی کنم سایز؟ اما رفیقم هم یک گپ دیگه داشت، خب نتانستم بگویم. سوال سوم،
یک سایز بوت مردانه رو نام ببرید. 39 15 بلند امتیاز 42. سوال چهارم، میوه یه نام بارد که بسته‌بندی شده و فروش میرسد و خودت پاسخ دادی؟ سیب. 12 بلند امتیاز کیوی. سوال پنجم، غذایی با رنگ جگری نام ببر. خودت پاسخ دادی؟ گوشت. 9 امتیاز. بلند امتیاز لوبیا. خیلی آسان. 105 امتیاز. حضرت عزیز موفق در تمام عرصه زندگی، مبارک هدیه ها. اگر حرفی داری خیلی کوتاه با وطن. پیام خواسته ندارم، فقط همین پیام است وطنان عزیزم خوش خندان باشن. تشکر، بخیر باشید. دوستا تشریفشون کنید بخیر. تشکر از همیان برنامه انرژی اکسپول، قوی ترین و خوشمزه ترین هست در بین انرژی ها و ساخته شده از حصاری جرمنی، کیفیت از آن اکسپول و ساخته شده است، گفتم حصاری جرمنی خیلی خوشمزه هست. شرکت خالدمر اولین نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در کشور از ما افغانستان. وطندار مهربان، ما یک پل ارتباطی داریم که ما و شما میتونیم در ارتباط باشیم. نمبر تماس جا ظاهر شد، خیلی راحت سیف در واتساپ برام ما پیام بدین. آمدن در برنامه زیبای رو در رو خیلی آسان هست. 456 گل 622 بعد از اینکه زنگ زنین یک صدای میشنوین شنیدین. نام اعضای تیمتان رو بگیرین، آخرم علامت نمبر فشار بدین. خیلی راحت است. میگه ای کاش هر کس به یارش برسد، دل سرمازده ما هم به بهارش برسد. شمس رحمانی رفت، تا فردا شب. شب بخیر.